با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. میگن که واقعا بارها گفتم قانون کائنات بعضی کارهایی رو میکنه که خارج از تصور و من و شما هم است. بازیهایی رو میکنه که قوی ترین بازیگرهای دنیا در مقابلش کاملا آچمز میشن و نمیتونه تکون بخورند. خب من و شما خوب میدونیم، قبلا تو کلیپ هم صحبت کردم، این اصولگرا و این نمیدونم اصلاح طلب و اینا همشون پشت قصه سرنخشون یه جاست. چند تا تئوریسین دارن، یکی اون حجاریانه، اون چجوری بمیره من نمیدونم، فلاحیانه، روح الله حسینیانه، دوری نجف آبادیه اگه زنده باشه، و چند نفر دیگه هستن، یکی لاریجانی هاست. سناریو نویس کل این اصلاح طلب و اصولگرا همه اون پشت اونجاست. بعد اونها سرشون تو آخر کجا هست؟ خب مشخصه، اونها چند تا آخر هست و هر کدوم سرشون تو یه آخر هست و از اونجا میخورن و میشینن برنامه‌ریزی میکنن. و افرادی مانند فرض کنید مثلا خانم شیرین عبادی، خانم مسیح علیزاد، خانم ایکس، آقای ایگرگ، سروش، نمیدونم اون علیزاده، نمیدونم بی بی سی، من و تو، این جده اینترنشنال، همشون از اونجا براشون متن ها میاد، صحبت ها میاد که اینها چیکار کنن، برنامه‌ریزی کنن و مهر چینی میکنن به قول معروف. و هر کدوم یک وظیفه ای دارن برای ترساندن ملت ایران، برای ته دل مردم ایران خالی کردند، برای از تجزیه صحبت کردند، از جنگ صحبت کردند، از دربدری صحبت کردند و در کل ناامید کردن مردم ایران. نا کارشون، خودشون هم حالا کجایی هستن، چه ذاتی دارن، چی هست من نمیدونم، که اونا باز از اون بالا از جورسرس ها و کیسینجر ها اینا دستور میگیرن. باز پشت اونها کی هست؟ هر کی هست فرق نمیکنه، چه فراواسیونی هست رو کار دارن. مثلا میان برای مسیح علیزاده بزرگش کنن، برادرش میگیرن، اون کارو میکنن، اون کارو میکنن که اپوزیسیون میشه جذبش بشه، چون اپوزیسیون دیگه اپوزیسیون نه ملتی دیگه بیرا اهمیت نمیدن، دست اینا همه اصلا ملت رو شده است. همه رقم هر سازی رو بگین زدن، هر جوری بگین رقصیدن، ولی ملت میگه بری خودتونید همشون، چون اینا دیگه انواع و اقسام نمیتونش پسن. از اون آقای چی میگه فخرآور بگیرید، از اون شمیرانی بگیرید، از فرهور بگیرید، از همه اینا هر کدوم یک کاری میکنند و برای یک دوره میگذارن اینها رو که اینها رو مصرفشون بکنند، برای یک دورهای میذارن. اصلا دیگه اخیرا چند جدید آوردن برای این دورها گذاشتن. اتفاقی که افتاد، من اولش اصلا گیت شدم خودم، چون من تصور نمیکردم که بیاد خانم مسیح علیزاده بیاد وقت از شهبانو بگیره و بخواد داره بهشون ملاقات میکنه. دوستان در یک کلمه همشون آچمز شدند، همشون گیت شدند، همشون بازیاشون به هم ریخته، همشون اصلا دارن دیوانه میشن، دیوانه و روانی میشن. حقشون هم هست، نمیدونن چیکار بکنن، آچمز آچمز شدن. این به اون میگه، اون به اون میگه، اون به اون میگه، اون به اون میگه، هیچ کدوم نده چیکار بکنن. این وقتی مجاهدین خلق حمله کردن به ایران، وقتی که اینا آمدن توی اون گردن حسن آباد رو گیر کردند، من فیلماش دیده بودم، برای اردا دوربین فیلم بردی اردا بعد فیلماش رو در بیارم، چون اکثرشون کشش رو بود. بعد این به اون میگفت، اون به اون میگفت، اون به اون میگفت، اون به اون میگفت، همه ماشینا روشن، یک نفر از اینها چون عقلش خدا گرفته بود دیگه، نه شعورش نمیرسید، میگه آقا ماشین خاموش سوخت تمام میشه. اون همه جوان، اون همه نادان، اون همه دست نشانده، اون همه چیز، خانم قجر رو براش دستور بده، فرمانده است، فرمانده مسخره است، همه اون جوان اونجا ول شدن. وقت نه عقلش رو یه سرتر کنی برگه، هیچ کس، فقط فرمانده که هست دیگه تمومه. نه این حرفا نیست، اون جای امتحان که باید بشید به اینجا میرسید. تمام اون جوان رو تو بیابون کشته شدن، اسیر شدن، فرار کردن و رفتن، بعضی تو بیابونا مردن. حالا حکایت این هاست، باور کنید از دیروز چنان به هم ریختن اینها، اولا که هرگز 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 فکر نمیکردن که شاهزاده بیاد و این مسابقه تو کانالش بذاره. شاهزاده اگرم گذاشته به نیت حمایت از زنهای ایران گذاشته، چون میدونه این
اتفاقی به زودی زود اتفاق خواهد افتاد توسط زنها انجام میشه. آماده احترام به زنها بگذاره. اما حالا بعضی میگه نه شازده باهوشه، باهوش شکی نیست، ولی قصد و قرضی نبوده که بیاد بذاره و اینجوری اینا رو آچمز کنه. اگرم کرده دستش درد نکنه. شاهکار کرد، شاهکار چهزار انجام داده. همینه، یک لیدر یعنی همین، یک رهبر یعنی همین، یک مدیر یعنی همین. دوستان از دیشب تا حالا من شاید یک سال شب وقت نکردم بخوابم. تمام اینها کسایی که تو اینا هستن، دوستای هستن خبر میدن، گفت محمدی چنان اینها به هم پیچیدند که اون سرش ناپیدا بود. حتی امکان داره خانم علی رجاد رو ترتیب شدن مثلا بکشنش، از بین برن، تروریست کاری بکنن، بگن سلطنت طلبا کردن، چون سلطنت طلبا خیلی پریدن به خانم علی رجاد فلان بیسار بمادن و از شهبانو توقع نداشت. ولی دیدن که نه، همه اینها دست به دست همدیگه داد که تمام چیزهایی که اینا در این مقصد 15 سال اخیر رسیده بودن تمامش پنبه شد. چون ما نمیتونیم 15 سال چه آتیش سوزن توی دنیا، تو کشورها، تو همه جا. هنوز چین اصلا همه گفتن آقا تموم شد، بذارم خواهد تموم شد، هر دو دارن پخش میکنن، دارن تحلیل میکنن، تحلیل میکنن. خیلی مسخره است. نه، چیزی که وجود نداره تحلیلش رو میکنن، میگه بذار مردم بترسن. شما چه جوری پس میدید؟ چی کار شدید؟ دیدید چند صرف یک مصاحبه چند دقیقه‌ای؟ تازه خانم انجاد خودش توی این استاش کجا گذاشته بود؟ ولی شاهزاده چه فکری کرد، چه دیدگاهی داشت، چه مشاوره داشت که این کار کرد؟ شاهکار کرد. یعنی تسریع کرد در همه چی و نابودی اینها یک تنه با یک پست گذاشتن که اولش خود من تعجب کردم. یعنی چنان نابود کرد در تمام جبه ها اینا رو، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، چه همچه ابراز، همه اینا با هم پشت قصه با هم هستن. دستون چی؟ یک کاس هست، یک مش کسافت الدجن، وطن فروش، خائن، واقعا خائن. ولی به هم ریختن، به هم ریختن که اصلا باورتون نمیشه، در حد اعلی اعلی به هم ریختن. هیچ حرف نمیزنید، هیچ کی هیچ تایتلی نمیکنه، چون مثلا موندن. حالا اون خانم هر فکری داشته هر چی داشته من نمیدونم، ولی وقتی خداوند از انسان برگرده عقلش رو میگیره، خودش رو نابود میکنه. و شهبانو فرح، مادر ایرانیان، شهبانو فرح، بزرگ بانوی تاریخ ایران، به جرأت بهتون میگم ثابت کرد که نور بر تاریکی پیروز است. خب نور بر تاریکی پیروز است، دیدین چی تاریکشون کرد؟ پدر تاریک از همه شما بتاب، چون نور شهبانو بر همه تابید، همشون آچمز شدن. اون همه میشه اصلا باد میکردن، فرار میکردن، بیزار میکردن، همش یک بادکنک پیستم شد، یه حباب ترکید، ترکیدن حسابی. هیچی هم حرف نمیتونن بزنن، هیچی نمیتونن بگن. حالا ما همه اشتباه کردیم، فرسته خود تکیده از این حرف گذشته است، از این حرف گذشته. اصولگرا هنوز خفه خون گرفتن، هیچی نمیتونن بگن. او یک سایت هست مال دفتر رهبری 5400-500 دو مورد، خفه خون گرفتی، چی نمیگه؟ چون موندن، اصولگره هم موندن، شبکه های هم موندن. این حتی رو تحلیلگر نیستن، اینا توتی هستن و فقط متن میخونن، سخنگو هستن، چیز دیگه نیستن. او خنده های کریهشون برگشت، توف شد صورت خودشون. شهبانو دست دردن، شاخص دست دردن. و تمام کسایی که فکر میکنند شاهزاده نباید پخش میکنه، حالا بفهمن که واقعا شاهکار کرده. یعنی یک شبه با یک پست، یک شبه آوار کرد تمام چیزایی که ساختن و داشتن میساختن، همه توش بودن، طراحی داشتن میکردن، نقشه میکشیدن، همش پوچ شد. ترکید، زوالدون، جارو، پارو، زوالدون، تموم شد، رفت بیکارش. خدمت شما هستم که من کلیپی گفتم خدمتون. یه چند دقیقه گفتم از کلیپی که هست، حتی کلیپ پخش می‌کنم. اعتقادی ندارم به اینکه یک فرد رو باید به خاطر عملکرد پدرش سرزنش یا بازخواست کرد. به این دلیل که ما خودمون در ایران سالها به خاطر عملکرد پدرانمون یا بازخواست شدیم یا گزینش شدیم. به این دلیل از خود شما اجازه میخوام که اگر واقعا عنوان پدر شما از شما حذف بشه، آیا فکر میکنید بر اساس شایستگی‌های فردی خود شما الان در این جایگاه قرار دارین؟ یعنی رضا پهلوی کی هست؟
اولا من همیشه خودمو به عنوان رضا پهلوی معرفی کردم به همیهنانم. اختیار این که چگونه میخوان من رو خطاب بکنم رو در اختیار هر شهروند خودم میگذارم. شما میدونید که بالاخره در جهانی زندگی میکنیم که باورها و عقاید مختلفی وجود هست، به جمله در ایران. بعضی ها معتقد هستن که شکل نظام میتونه شکل پادشاهی پارلمانی باشه، برخی اعتقاد دارن که نباید از نوع جمهوری باشه. طبعا در این برخورد و در این دید ممکنه که نقش‌های متفاوتی رو برای اشخاص مختلف ببینن، من جمله در ارتباط با کسانی که معتقد به نهادی هستن و بر مبنای اون شاید انتظار خاصی از یک نقشی از یک شخصیتی دارن. و نقشی که بر خودم قائل هستم کمک کردن به نجات کشورم هست، به مفهوم بازگردوندن حاکمیت به دست مردم و حقی که ازشون سلب شده به عنوان حق انتخابات و حق تعیین سرنوشت. من چهار قطع بکنم به این دلیل که صحبت خیلی متینی رو میفرمایید، در حالی که شما خودتون به عنوان پادشاه ایران سوگند یاد کردید و این در واقع به معنی این هست که شما قصد دارید که از تاج و تخت حفاظت بکنید و در واقع سیستم فعلی رو برگردونید به نظام پادشاهی بر اساس سوگندی که یاد کردید. خب این آیا الان توضیح الان بهتون توضیح میدم. ببینید چیزی که من در اون زمان دقت کرده باشید، قصد اول من در اون زمان این بود که بگم اگر ملت ایران در اون زمان پشت به این نهاد کردن، این نهاد هرگز پشت به ملت نخواهد کرد. اول به فکر اصل کار باشیم. در اون آینده، در اون آزادی است که تصمیم رو مردم بر اساس خرد جمعی، بر اساس کار مشترک رساندن ما هر چه سریعتر به شرایط دموکراتیک در ایران هست برسیم. اون موقع تعیین تکلیف همه مشخص شد، چون من جمله تکلیف من. من به رضا پهلوی که الان این بحث رو مطرح می‌کنه بسیار براش احترام قائلم، ولی تناقضی که داره اینه که شما به عنوان پادشاه سوگند یاد کردین، یعنی قبل از اینکه مردم همین چیزی که خودتون الان فرمودین نباید قبل از انتخابات آزاد تصمیم گرفته بشه، شما قبل از انتخابات آزاد در واقع به عنوان پادشاه در نظر گرفتید خودتون رو. مگه من گفتم الان تاج سرمه؟ خیر، ولی میتونم معرف و کاندیدای اون نهاد باشم. منتها در اون تاریخ یادتون باشه این درست 3 ماه پس از فوت پدرم، در اون زمان خب خدمت یه تیکاشو گوش کردید، کاملش براتون میذارم و تناقض رو دیدیم. خانم علی نژاد، خداوند اینجور تو سرت میزنه، تو سر داره دستت میزنه، از رهبر تا ابترت میزنه و تناقض در شما هاست. تناقض در شما ها بیشرف هاست، بیوطن هاست، حرام لقمه هاست، دوست هاست، خائنینه، جنایتکارانه. تناقض در اینجا نیست. ملت یک بازی تاریخی خورد، نه همشون توف شد تو صورتتون، دیگه نمیتونید خودتون جمع کنید، تحت هیچ شرطی نمیتونید. خداوند چنان زد پس کلتون که همه تون به هم ریختید، همه تون موندید. اون به ارباب بالاتون گفته برید گمشو، پول دیگه بهتون نخواهند داد. خب بگذاریم سر خیلی بچه هستم که من کلیپی گفتم راجب تکمیلی مرد بکنم نمیده هرگز، با همون پوستر جدید خواهم داد و شاید یکی دو روز شاید کلیپ نذارم، یا اگه بخوام بذارم از کلیپ های قدیمی تلفیق خواهم گذاشت تا بتونم برنامه شروع کنم. در کلیپ های آینده من یک کاری که خواهم کرد برای جوان های مملکت هم و نیروهای کار آینده، سعی میکنم هر یکی دو تا کلیپ 2-3 دقیقه آموزش بعضی داره بدم، از آموزش تولید، آموزش صادرات، مسکن، محیط زیست، آب و چیزایی که مورد نیاز است، اشتغال، معاملات، شرکت ها چی هست، چی کار بکنید و رمز موفقیت ها، تا جایی که بتونم هر کلیپی 10-12 دقیقه 2-3 دقیقه سعی میکنم براتون صحبت کنم بماند، چون من وجودم بخشندگی است، هر چی یاد گرفتم در طبق اخلاص میگذرم و بعد از اون پرچم دست شما هاست. این دوی امدادی رو با دل هم برسید. شهبانو فرح، شاهکار کردی. نور بر تاریکی پیروز شد. تا کور شود در آن کسی نتوانید. ایام بکام روز بخوش.